فینال مسابقات جهانی بالاخره انتظارها به سر میرسه و بعد این همه بازی طولانی بالاخره دو بازی کنه فینالیست مشخص میشن و باید تو دو بخش چهار بخش دو روز با هم بازی بکنند تا بالاخره قهرمان جهان مشخص بشه. بازی لوکا برسل و مارج سلبی نماینده بلژیک و بازیکن انگلستانی قطعا بازی خوبی خواهد بود. لوکا برسل هجومی و مارج سلبی که تو بازی سیفتی تعریف نداره. خب فریم اول لوکا برسل خوب بازی میکنه و یک هیچ از مارج سلبی جلو میفته و 21 امتیاز میس میده و یه موقعیت خوب واسه مارج سلبی پیش میاد که نمیتونه بهتر ازش استفاده بکنه. بازم لوکا برسل برمیگرده رومیز و فریم دوم رو هم خوب تموم میکنه. حالا با یه لانگ شات مارج سلبی یه موقعیت واسه بریک کردن پیدا میکنه. ببینیم مارج سلبی که تجربه خوبی داره تو مسابقات جهانی و تونسته از پنج فینال چهار تاشو برنده بشه، میتونه این بار هم برنده بشه مقابل لوکا برسل که اولین فینالشه و تا قبل از این حتی تو مسابقات قهرمانی جهان تو این تورنمنت اصلا یک دور هم بازی برنده نشده بود. همیشه تو دور اول میباخت به حریفاش. اینجا هم خوب بات میکنه توپ قرمز و 58 امتیاز میره واسه رنگی های بالج، توپ زرد، توپ سبز و این هم توپ قهوه‌ای، توپ آبی، صورتی و این هم یه تریک عالی از لوکا برسل. فریم سوم رو هم لوکا برسل برنده میشه. حالا بازی سه هیچ، یک بازی یک طرفه به نفع لوکا برسل. فریم چهار رو قبل اینکه یه استراحت برن مارج
آش سلبی 40 امتیاز بریک میکنه. حالا یه فرصت واسه لوکا برسل که اینجا اشتباه میکنه با توپه قرمز و تو دهانه میدل پاکت قرار میده. کمی یه فرصت میشه واسه مارچ سلبی. شست و دو امتیاز، شست و هفت. و اینجا توپ آبی که نتیجه بازی میشه 3-1 به نفع لوکا برسل.